سلام به همه دوستان عزیز. این پاراشا این هفته هست، پاراشات میکتس. نوشته شده اول پاراشا و هی میکتس شنتایم یمیم و فرعو خولم، یعنی آخر 2 سال فرعون خواب میبینه. آخر 2 سال چی؟ این میدراش میگه کتس سم لخوشخ، خداوند یه محدودیتی داده به تاریکی. یعنی چی؟ این 2 سالی که نوشته آخر 2 سال چیه؟ 2 سال از کی؟ و خخمی میگن یوسف صدیق وقتی که انداختنش توی زندان مصر، پس قرار بود 10 سال فقط بمونه، ولی چون که بعد از 10 سال وقتی که این 2 تا وزیرا افتادن اونجا و خوابشون رو تعبیر کرد، پس به اون یکی از وزیرا گفت که وقتی که برمیگردوننت سر کارت به فرعون، پس یادت نره منو تذکر کنی، منو به فرعون بگی که بی خودی منو انداختن اینجا توی زندان. به خاطر اینی که یه خورده اعتمادشو به خداوند ضعیف شد و اعتماد داشت به اون وزیره، پس چی؟ به صورت متقابل هر اسم، هر کلمه‌ای که گفت، 2 تا کلمه گفت، زخارتانی و ازکارتانی، یادت باشه منو، یادت نره، پس این 2 سال دیگه خوب بود توی زندان بمونه. بنابراین آخر این 2 سال که یوسف صدیق از وقتی که به وزیر خواهش کرد، اینه که میداش میگه، ولی محدودیت داره، حتی این تاریکی محدودیت. بدون که توی زندگی هر سختی که میگذره روت، بدون محدودیت داره. خداوند نوشته شده توی گمارا قبل از اینکه زجر رو میفرسته رو آدم، به زجر میگه فقط تا این وقت بمونین و با این کاری که بکنه ازش برین. همه چیز محدوده. کت سمل خوشخ، پس فقط چیکار باید بکنی؟ باید البته آدم تلاششو بکنه که از این سختی ها، مریضی، چیزهای مختلف در بیاد، ولی اعتماد داشته باش به خداوند، دعا کن به خداوند که نجاتت بده. چند تا هستن که طریق تلگرام، اینستاگرام با هم صحبت میکنن، میگن اینطور اونطور، شوهرش، زنش، بدون همه چیز از خداست. دعا کن به خدا و منتظر باش، سعیتو بکن و منتظر باش که نجات خداوند رو ببینی. شبتون بخیر، شبت شلوم و خودش توب.